به به تمام پارس زبان ها خیلی چاکر ما میدم رو به باشین و مشتی روزی پر از افتخار و همیشه هم سربلند باشید من یزدان پناه هم میشونم که قافی مومن حرفای ما رو پانتومی میکنه اومدیم با از ساتیر موجودات ایرانی مطالبی که استفاده میکنیم در این طرف میاد اینجا میاد شخصیه که ما اطلاعات رو از ایشون میگیریم و میایم ویدیوشون میکنیم خیلی چاکر ما میدونم که رو به راه باشین و مشتی و لایک و کامنت سابسکرایب یاد و نره بزنم سراغ ویدیو را را پر بودن چه به کار میاد برو بریم خب اولین از ساتیر جاناس مایل من دیگه کوچولو هم میام بیشتر از این بالا میتونم میام در باور مردمان روستای سرنه و ملکشاهی در استان ایلام موجودی به نام جان اسمایل یا جان سمیل وجود دارد او هر شب در میان کوهستان می ایستد و قربانیانش را انتخاب می کند برم یه پادکست برم روایت است که او هرگز نابود نمی شود و به هر شکلی که بخواهد در می آید اغلب در قالب پیرمردی بلند قد با سمهای شبیه به اسب ظاهر می شود و برای کسی که او را ببیند خوشبختی یا نفرین به همراه دارد خیلی خوب این جالب بود اینو دوست داشتم اوه چه قشنگ قیافش حالا می بینید خیلی باحاله حاله کسولوه قیب <تصفح> <تصفح> در باور مردمان روستای شهرستان حالا یه هنی ماهو شاید اینجا باید نمیشته در باور مردمان روستای کهنوش تو استان همدان جن... جنی به نام قیبچی وجود دارد این موجود از پنهان کردن پنهان میکنه دست کجه موجود دست کجه پنهان <applause> کردن وسایل اهالی خانه لذت میبرد اما اگر کسی دوبار بگوید قیب چی بیارش وسیله را سر جایش میگذارد اما اگر وسیله بعد از این جملات هم پیدا نشود صاحب وسیله دست به تهدید قیبچی میزند آیا قیبچی؟ بردار بیار پینا قیبچی بیار قیافش خیلی بار اینه من الان رفتم بده بیاد بده بیاد دوستا سختاشی داره میکنی تو ما تحتیم آه. بعدی کیانسه نام دریاچه هامون در زبان پهلوی است هامون هم یه بعدا داستان هامونه ها رو میگم در زبان پهلوی است که هیچ حیوان دیوسی بخشی دیو صفتی <تصفح> مانند مار و قورباغه در آن زندگی نمی کند بر طبق روایات زرتوش سه بار با همسر خود هووی نزدیکی می کند و هووی هر بار خود را در آب کیانسه می کیانسه درست گفتم آره و نطفه های زردشت از طریق او وارد این آب می شود ایزد نریف سنگ آن نطفه ها را در اختیار می گیرد و برای بابوی خیلی سخت شد نگرداری به ایزد بانو آن آیدا می داریم چه زهری می تا در زمان مناسب با نطفه مادران فرزندان موعود زردشت بیا میزد حالا اصطلاحا هم بانک اسپرم این بنده خدا نه دیا خو همینه داره میگه برای نگهداری این نطفه ها 99999 فروهر مقدس گماشته شده جای نگهداری این نطفه ها همان آب کیانسه است که گویند همچون یک چراغ در بن دریاچه می در نطفه دریاچه من بایشم تاریخ اساطیری ایرانه دکتر جاله آموزگار من اینو بگم نگارگر این تصویر یلا راسخیه پژوهش و نگارش شبنم نواپور ترجمه سارا محبی زامیاد زامیاد را در برخی متون همان متون عشقالی می سمان ما در سپندار مز می دانند. او ایزد زمین بخشنده و محافظ بیست و هشتمین روز هر ماه ما دانست شده زامیاد به همراه زامیاد چی؟ اشتاد و رشنیار اشتاد و رشنیار امرداد است امرداد امرداد است همون مرداد. آنان روان مردگان را در ترازو گذاشته و کارهای نیک و بد مردم را بر سر پل چین ود در, دو در دوران اهریمنی می سنجد زامیاد, زا زامیاد یشت نوزدهمین یشت اوستا است در بخش اول آن به توصیفات جغرافیایی پرداخته شده و لیستی از بلندترین کوه هاست که قله هایشان نزدیک نقطه به اجرام آسمانی ایزدان و بهشت است در بخش دوم به ستایش فریزدی فریزدی پرداخته شده است نمود مردانه یا زنانه این ایزد کاملا برای گروه روشن نیست اما در کتاب دکتر آموزگار سپندار مز ایزد بانو و زامیاد ایزد نگاشته شده است. یعنی که ما داریم به اساطیر ایرانی میزنیم هیچ هیشکی نتونسته بزنه جالب بود علی. ما به تنزش میکنیم که جذابتر بشه آقانیگورما گرما در باور مردمان رامیان استان گلستان شخصیت به نام آقانیگورما گرما وجود دارند. افرادی پاک تینت در خلوت خود یک یا دو مرد سبز پوش و گاهی همراه با خانومی سبز پوش میدیدند مردم معتقد بودند که این اشخاص ارواه طیبه طیبه چیز نبا طیبه که با دادن ارزاق پند و نصیحت و اخبار نیک به مردم سعادتمندی رو برای انسان ها فراهم می کردن. این اروا بیشتر بر کودکان ظاهر می یعنی به چه ها ببیننشون بهشون غذا و اینا می دادن. تا به والدین خودشون برسونن اما غالبا از کودک یا شخص میخواستن این لطف پنهان راز پیش خودشون باشه آج دمشون گرم دمشون گرم این عکسش خیلی قشنگه ببین چقدر نگارگر قشنگ و وای دوست داشتم آورد واره <تصفيق> <تصفيق> خیلی چاکریم دمتون گم که با ما همراه بودید نگاه زیبا و اون چشمای خیلی خوشگلتونو رو به ما دادید لایک و کامنت و سابسکرایب یاد نره دمت گرم که ما رو لایک میکنی سابسکرایب هم که من روی ماه تو رو یه ماچی میکنم و سابسکرایب میکنی و اینکه خیلی چاکریم واقعا من چرا خیلی چاکریم میگم و اینکه نمیدونم چی بگم تا ویدیو اه... بعدی گایز بیایم با بای گایز بریم تا ویدیو بعدی بدرود پارسی خدا بز نداشتیم دیگه این فامیلو اصلا بزن